خب شروع کنیم به پروژه. ببینید میان تو قسمت بین اینجا کلیک راست میکنین نیو فولدر میزنین، ویدیوهایی که قراره بیاریم اینجا میزنین، دستمون میزنیم روی روت، منظور موس هست، خنگ بازی در نیاریم. اینجا میزنیم فوتوز، دستمون میزنیم روت، خنگ بازی در نیاریم. اینجا بذاریم میوزیک یا بذاریم ساوندز. متوجه شدیم؟ در واقع وقتی میخواییم فایلا رو توی ادیوس باز کنیم، اینجا دستبندی میکنیم و این باعث میشه که قرقاتی نشه. وگرنه شما میتونید توی روت مثلا اینجا عکس و ویدیو و صدا رو همه رو این اد کنیم، ولی خب خیلی کار مشکل میشه. تصور کنیم مثلا 100 تا ویدیو دارین، 5 تا صدا دارین، 60 تا عکس دارین، اینا همه قاطی میشه. اما اگه دست اینجا رو توی روت فولدر بندی کنین، بعد مثلا بیاین توی فوتوز فقط عکس ها، صداها و ویدیوها رو بذارین، در این صورت همه چی دسته بندی میشه و خیلی خوشگل میشه. حالا ما هم همین کارو میکنیم. خب اول میرم توی یه دونه دیگه هم واز میکنم برای تکست هام. متنی چیزی بخوام از فتوشاپ بیارم اینجا میذارم. خب حالا توی ویدیو اول ویدیو رو اد میکنم. یه پروژه ای رو انجام میدادم ناقصم مونده هنوز به اسم الین. من اینجا یه ویدیو از کره زمین دارم، اصلا این آوردی میخواییم ببینیم چیه. دبل کلیک کنید میفته تو پنجره سکرین، پلیش میکنید. البته این ویدیو من صدا نداره، بدون صدا هست، ولی مربوط هست به کره زمین. خب اینو بزنیم سریع تر پخش میشه، فورواردش سریع تر میشه. بسیار. عکس لازم دارم. عکس ها رو بعدم میاریم چون میخوایم تو فتوشاپ چیزایی بهتون یاد بدم. صدا رو میارم. من اینجا یه موسیقی رو انتخاب کردم، MP3 هست. 99% فایل ها رو ادیوس باز میکنم، 1% اگه باز نکنه باید یه نرم افزاری رو بهتون یاد بدم که برای تبدیل حرفه‌ای فرمت های صوتی هست. پس اینو باز میکنم، اینم صدامون هست. باز میتونید دبل کلیک کنید میفته اینجا و بشنوید. بسیار موسیقی زیبایی. خب تکست اینا هم بعد. حالا من این صدا رو میکشم میندازم تو پنجره تایملاین، ولی تو قسمت صداها. و ویدیو رو هم میکشم میدازم توی ویدیو. اینجا یه اتفاقی میفته، حتی اگه ویدیوی شما صدا هم نداشته باشه، ولی وقتی میدازیم تو پنجره تایملاین، توی ویدیو اگه بذاریدش، به هر حال بدون صدا بودن خودش یه جور صداست، صدایی میفته روی موسیقی شما، موسیقی شما خراب میشه، برش میخوره و اتفاقا اینجوری میفته. حواستون به این باشه. پس من اینو گذاشتم تو ویدیو، صدای این افتاد روی یک در واقع اولین ترک صوتی و این خراب کرد. کنترل زد میزنم توی نرم افزار، کنترل زد یا آندو، مرحله مرحله برمیگرد عقب، ردو یا کنترل وای میره جلو و اینو دیلیت میکنم. پس صدا رو دیلیت میکنم، ویدیومو دوباره میارم. این ویدیو به هر حال صدا نداره، ولی ترک صوتی که داره. روش کلیک راست میکنید، آن لینک رو میزنید. آن لینک رو که بزنید، صدا و ویدیو از هم جدا میشه. الان این
صداش اینجا موند، خودش اینجا. اینو دیلیت میکنید، انتخاب میکنید، کلید دیلیت رو از رو کیبورد میزنید. دیگه این ویدیو فقط ویدیوست، از نظر ترک صوتی هم خالیه. حالا موزیک رو دوباره میاریم اینجا. حالا اگر اینو بذارید توی ویدیو هیچ اتفاقی برای صداتون نمیفته. خب حالا دیگه این ویدیو صدا دار شد، گوش کنید. حالا اینکه بعداً میشه مچش کرد با ویدیو بمانه. خب حالا یه سناریویی باید تعریف کنیم تا بعد بتونیم این کار رو انجام بدیم. میخوایم بگیم تو کره زمین پر از جنگه و مردم برای صلح باید تلاش کنن یا تلاش میکنن. پس از این عکس لازم داریم در مورد جنگ و صلح. خب باید بریم تو فتوشاپ و این عکس ها رو با سایز پروژه که 1280x720 تنظیم کنیم بیاریم. بریم این کار رو انجام بدیم. اسم این فیلم رو میذاریم بین.